من فاطمه داوند هستم، یکی از معترضین آبان 98 و شاهد دادگاه آبان تریبونال که در 26 آبان 98 در بوکان دستگیر و به 5 سال و 5 ماه زندان محکوم شدم که مجبور شدم به خاطر شرایط به وجود اومده به کشور ترکیه پناه بیارم که متاسفانه در آنجا هم 8 ماه و 10 روز در کمپ های مختلف من دستگیر شدم و بعد در 10 نوامبر با مراجعه پلیس به درب خانه و اینکه از من خواستن که خودم رو به دادگاه های ترکیه معرفی کنم، خب من میدونستم قطع به یقین تحویل کشور ایران داده خواهم شد، این کار را نکردم و به صورت مخفیانه 9 ماه زندگی کردم که در 3 آوت که میخواستم کشور را به صورت غیر قانونی ترک کنم دستگیر شدم. باید اینو عنوان کنم که من و خانم فاطمه خوشرو 2 تا از شاهدین دادگاه آبان تریبونال هستیم که در مدت این 3 سال هیچ امنیت جانی برای ما اتخاذ نشده و اینکه هر کدوم از ما در شرایط واقعا وحشتناک هستیم. من الان خودم در جایی هستم که هیچ گونه امنیتی ندارم و هیچ گونه هویتی ندارم. هر آن امکان دستگیری من و اینکه من تحویل دولت جمهوری اسلامی داده شوم وجود داره. ما در روز یکشنبه از کمپ آیدین به قصد دیپورت به طرف مرز بازرگان فرستاده شدیم که متاسفانه آنجا پسرم رو دستگیر کردن. از 12 آوت آریا یوسفی پسر من در اطلاعات ماکا هستش. تنها چیزی که از پسرم هستش یک تماس تلفنی که با پدر ایشون داشتن و عنوان کردن که خب پسرتون پیش ما هستش و ایشون هیچ گناهی نداره، تنها گناهی که پسرتون داره این که فرزند همچین مادری هستش. این تنها تماسی بوده که از اطلاعات ماکو انجام شده و اینکه قرار بوده دیروز پسرم به همراه تیم بدرقه ایشونو به همراه گروه بدرقه ایشونو به ارومیه اطلاعات ارومیه بفرستن و متاسفانه تا الان همچین چیزی رخ نداده. فاطمه داوند همچنین در گفتگو با ایران اینترنشنال از سازمان‌های حقوق بشری، شهروندان و فعالان سیاسی خواست برای آزادی بی قید و شرط فرزندش او را حمایت کنند. میدونید من از سال 98 از بچه‌هام دور هستم. من مادر 3 فرزند هستم و اینکه آریا یوسفی پسر من 18 سالشه و الان در اطلاعات ماکو به جای من داره سوال و جواب میشه، امری نابخشودنی و جنایتی هستش که خب جمهوری اسلامی داره علیه پسر من اجرا میکنه. من از همه نهادهای حقوق بشری، سازمانهای حقوق بشری و فعالین سیاسی خواستار این هستم که صدای من باشن و پسرم رو حمایت کنن و خواستار آزادی بدون قید و شرط پسرم هستم.